بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم بیننده های عزیز، دوستان گرامی، خوش آمدین به چنل ما. خدا کنه که همتان جور و صحت و سلامت باشین. به آرزوی صحت و سلامتی همه شما دوستا، ویدیو امروزی ما را آغاز میکنیم. دوستای، ویدیو ما به تعقیب ویدیوهای قبلی ما است که درباره مایکروتک دیاگنوستیکس مانیتورینگ و تریبل شوتینگ میباشه که دوستان نوبت رسیده به پکت نفر. انشاءالله که ویدیو ما با شما دلچسب خواهد بود. آخر ویدیو ما رو دنبال کنین. میریم به طرف کامپیوتر ما. در microtech.com هستیم دوستا، در دیاگنوستیکس مانیتورینگ و تریبل شوتینگ. نوبت رسیده دوستا قسمی که گفتیم به پکت سنیفر. در ویدیو قبلی دوستان نتواچ هم ما کار کردیم. اگر شما ویدیوهای قبلی ما را ندیدین، شما میتونین چینل ما را ویزیت کنین، ویدیوهای ما را ببینین. پکت سنیفر دوستا بالایش کلیک میکنیم. در اینجا میبینیم دوستا که انترودکشنش چی گفتم. میگه که یک پکت سنیفر یک تولز است یا یک وسیله است که کپچر میکنه یا میگیره، انالایز میکنه پکت ها را. او پکت هایی که دوستا میگه راوتر را لیو میکنه یا از راوتر رخصت میشه و یا ایست که از راوتر عبور میکنه. باز میگه دوستا پکت سنیفر یوزفول میباشه، به کارآمد خوب میباشه که زمانی که ما در نتورک میخواییم که یک مشکل اگه داریم، ما میخواییم که دیاگنوز کنیم باز مشکله، او به کار ما خوب می. و همچنان دوستا اگر ما خواسته باشیم میتونیم که استفاده از زمین تولز ما از یک اتک خوده محافظت کنیم در یک نتورک. اگر شما دوستا خواسته باشین که چه قسم پکت سنیفر از طریق کماند لاین کنفیگر کنین، با شما میتونین که این کماند ها را استفاده کنین، استارت و استاپ کنین. ببینین اگر خواسته باشین یک فایل نیم بتین که پکت سنیفر داتا را در داخل از مایکروتک سیف کنم. و همچنان دوستایی چه گفته که پکت سنیفر با ما کپچر میکنه و اجازه از این میده که ما پروتکل های مختلف دوستا خود ما فیلتر کنیم و نتورک اسکن کنیم. دوستا قبل از اینکه بریم ما در مایکروتک راوتر ما لاگین شویم، پکت سنیفر انیبل کنیم، خوبی است که دوستا درباره ازی صحبت کنیم که زمانی که دو دانه کامپیوتر امرای یکی دیگه فایل یا داتا را اکسچینج میکنه، کامپیوتری که داتا را سن میکنه به ریسیور، دوستا ای سندر که داتا را سن میکنه، ای داتا به پکت های خرد دوستا تبدیل میشه تا زمانی که به ریسیور میرسه. اگر ما در مایکروتک راوتر خود پکت سنیفر انیبل میکنیم، یه مایکروتک راوتر ما چی میکنه؟ ای پکت ها را میگیره، دوستا کپچر میکنه، با ما انالایز میکنه و همچنان دوستا این پکت ها را به ما دیکریپت میکنه، در حالی که این پکت ها انکریپت شدگی میباشه، دیکریپت میکنه به ما و با کلیر تکست به ما میده که ما دیده میتونیم که در نتورک ما چی روان است، کی چی را استفاده میکنه. به این قسم دوستا ما میتونیم که نتورک خود مانیتور کنیم و خود از یک هکر که میباشه دوستا خالیگاه های نتورک خود پیدا کنیم و نتورک خودم محفوظ بسازیم. حال میریم دوستا در مایکروتک راوتر ما لاگین میشیم، میبینیم که چه قسم ما پکت سنیفر انیبل کنیم. با ما باشین. در مایکروتک راوتر ما دوستا لاگین هستیم. پس از اینکه در مایکروتک راوترتان لاگین شدین، شما دوستا تولز پیدا کنین. در تولز اینجا دوستا ببینین پکت سنیفر پایینتر از نتواچ هست که در ویدیو قبلی گفتیم کار کردیم. بالای پکت سنیفر کلیک میکنیم، ببینین اینجا میگه پکت سنیفر سیتینگ. شما میتونین که پکت سنیفر دوستا از اینجا شما چینجز بیارین. در جنرال میایم دوستا، حوال میموری لیمیت دوستا میبینین گفته که 100 کی بی. اگر شما میخواین که پکت سنیفر مثل یک فایل با شما در خود میموری از راوتر سیف کنه، با شما میتونین که ایره دوستا یک فایل نیم بدین، اینجا نام بدین، باز امون نام شما دوستا در فایل دیج پیدا کرده میتونین و امی فایل باز شما میتونین که در وایرشارک همچنان باز کنین، باز را شما بخوانین که چی هست در نتورکتان.
فایل مت دوستا ببینین، فایل مت همچنان به کیبی است، شما میتونین کی را کم زیاد بکنین، همچنان میموری را و فایل مت شما میتونین که کم زیاد بسازین. اگر شما همچون نمیخواین که در داخل مایکروتک راوترتون به مثل فایل سیف شوه، شما میخواین که را در اکسترنال یک سرور شما امی فایل ها را بگیرین، امی داتایی که کپچر میشه امور دریافت کنین، باز شما در استریمینگ بین ایره نبال کنین، آی پی ادرس امو کمپیوتر را بتین دوستا که شما در او پکت سنیفر تولز دارین که دوستا ما در کمپیوتر خود وایر شارک داریم، آی پی ادرس امی کمپیوتر خود را برش دادیم، فلتر استریم ما اینبال کردیم. برالاوی از این فلتر دوستا یک فلتر دیگه می باشه که شما میتونین که انترفیس هایتون فلتر کنین، شما میتونین که امو انترفیس مخصوص را که شما میخواین که او از او پکت انالایز شوه کپچر شوه، باز شما او را انتخاب کنین. در پالی از این دوستا کدام پروتکل را که شما میخواین امو آی پی پروتکل شما میتونین مثل ای سی ام پی دوستا تی سی پی و غیره شما او را میتونین که سلکت کنین. در پالی از این دوستا شما میتونین که مک پروتکل انتخاب کنین، ببینین ارپس آی پی وی 6 سی جا دوستا میتونین ار پروتکل را مک پروتکل را که شما خواسته باشین میتونین که او را فیلتر کنین و همچنان دوستا شما دایرکشنش هم میتونین که انتخاب کنین. شما میخواین که آر اکس اینی ریسیف تی اکس ترانسمیت یا هر کدامش که باشه شما او را میتونین که انی انتخاب کنین. ایره دوستا اپلای اوکی میگیم و حال دوستا میریم وایر شارک خود را باز میکنیم. وایر شارک دوستا باز کردیم. ببینین اینجا ما وای فای داریم که این مین ادپتر ما می باشه، باقی دوستا ورچوال ادپتر می باشه. ما بالای از این مین ادپتر خود کلیک میکنیم. زمانی که دوستا ما بالای از این مین ادپتر خود کلیک کردیم، ببینین کپچرینگ فرام وای فای شروع شده، با ما این داتا را که پکت ها را که کپچر میکنه انالایز میکنه. ببینین تایم بیس دوستا وقتش نشان میده، سورس آی پی ادرس از کدام سورس که چیز کپچر شده سورس کی است، او آی پی ادرسش نشان میده، دستینیشن نشان میده، کدام پروتکل ها استفاده میشه دوستا، لنتش چقدر و همچنان یک انفو دربارش میده. برای ازی دوستا اگر شما خواسته باشین که معلومات بیشتر بگیرین نظر به لیرهای مختلف دوستا، میتونین که ایجی را ببینین معلومات بیشتر دوستا در کلیر تکس شما میتونین که ایجا همین معلومات بگیرین. و دوستا اگر شما خواسته باشین که ایره پاس کنین استاب کنین، میتونین به این شکل پازش کنین و دوباره میتونین که ایره سیف کنین یا کنتینیو ویدت سیفنگ دوستا ما ایره میگیم دوباره کپچرینگ شروع میکنم. اگر شما خواسته باشین که فیلتر کنین یک پروتکل مخصوص دوستا، میتونین در اینجا تی سی پی به این شکل دوستا شما میتونین که امو پروتکل مخصوص شما تی سی پی نشته کنین، امو را برتان نشان میده، یا ایست که دوستا ما میخواییم دی سی پی را ببینیم به این شکل دی سی پی را میزنیم، تنها بر ما امو پروتکل دی سی پی که در نتورک ما استفاده میشه پکت های از او را نشان میده. و همچنان دوستا باید گفت که این اپلیکیشن برای ما خطرناک همچنان ثابت شده میتونه اگر در نتورک ما یک کسی میای اپلیکیشن رن میکنه، به مثل که دوستا اگر ما خواسته باشیم که امیر راوتر خود ما از طریق تلنت اکسس کنیم، شما دوستا برین راوترتان به این قسم اگر از طریق تلنت اکسس کنین باز دوستا ببینین اینجا ما تلنت فیلتر میکنم، در اینجا ببینین از کدام سورس آی پی ادرس که دستینیشن آی پی ادرس تلنت شده بود دوستا ایره به ما اینجا نشان میده. حال ما ایره دوستا میگیم فلو تی سی پی استریم
ببینین دوستا، اینجا ما یوزر نیمی که کوشش کردیم و ادمین است و همچنان پاسورد که ما کوشش کردیم که تلنت کنیم ادمین نشان میده. البته این پاسورد اصلی از راوتر ما نیست، به خاطر لاگین نشد. دوستا ببینین به پلین تکس نشان میده، به می خاطر ای تولز خطرناک هم ثابت شده میتونه اگر نتورک ما انیبل باشه. به این خاطر دوستا باید که ما متوجه باشیم. این بود دوستا ویدیو امروزی ما. خدا کنه که این ویدیو ما خوش شما آمده باشه، با معلومات شما چیز اضافه شده باشه. اگر ویدیو ما خوشتان آمده دوستا، با دوستایتان شریک بسازین، چینل ما را سابسکرایب کنین. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای بعدی، خداوند حافظ و ناصرتان باشه.